مزینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام درود خدمت شما بینندگان عزیز این اوقاتتون پر از خیر و برکت باشد و همه لحظاتتون پر از طاعت و رضوان و رضایت الهی امروز هم در برنامه فقه و زندگی با شما هستم و سوالای شرعی شما در حد توان هم جوابایی که میسور و مقدور ما بود رو عرض میکنیم. سعی و تلاش ما این هست که آنچه را که از میان آرا صحیح تر هست رو انتخاب کنیم. جهد تلاشمون این هست که نسبت به هیچ رأیی تعصب به خرج ندیم، بلکه اونی که نزدیکتر به ادله صحیح هست از اقوال اهل علم، اونی که همراه با دلیل هست و با برهانی از قرآن و سنت هست رو بیان کنیم. میرم سراغ بعضی از سوال ها. البته امروز نمیدونم، واتساپ رو دوستان برای من نیاوردن هنوز و حتما در یه فرصتی به دستم میرسه. من قبل از همه اینها بپردازم به چند تا سوالی که از قبل اومده تا وقتی که تماس شما وصل میشه، شماره زیرنویس شده و شماره واتساپ با شماره تلفن زنده و مستقیم برنامه. سوالی از قبل به دست ما رسیده که سوال این است که آیا خریدن طلا و نقره به وسیله کارت بانک به وسیله ویزا کارت بخریم آیا درست است یا نه؟ ببینید، کارت ها دو نوعه، یکی کارت کریدیت کارت است، یکی دیبت کارت است. هر کدوم از اینها اگه بخرید، مادامی که به صاحب مغازه یا به فروشنده طلا همون آن و همون لحظه پولی که شما دارید به وسیله کارت پرداخت میکنید به ایشون پرداخت میشه، خرید طلاتون و نقرتون صحیح هست. گرچه شما در کریدیت کارت مقروض هستید، ولی مقروض به صاحب طلا، اون کسی که طلا رو به شما فروخته، یا فروشنده طلا نیستید. شما طلا رو به قرض نخریدید، بلکه طلا رو به نقد خریدید به وسیله اون کارتی که پرداخت کردید. ولی شما اگه مبلغی مقروض هستید، قرضتون به بانکه، به بانکی که دارید مبلغی مقروض هستید، چون به وسیله کریدیت کارت خرید کردید، در صورتی که حالا حسابتون نتونه این رو ساپورت کنه یا بتونه ساپورت کنه، تفاوتی نمی کنه. پس اگه به وسیله دیبت کارت می خرید، یعنی ویزا کارت می خرید، این هیچ مشکلی درش نیست. اگه به وسیله کریدیت می خرید، باز هم مشکلی نیست. به این دلیل تفاوت در این هست که به این دلیل مشکل نیست که شما در واقع دارید پول کارت رو یا پول اون طلا رو نقدن پرداخت میشه به صاحب طلا و فروشنده طلا، اما در مقابل شما مقروض بانکتون خواهید بود. اون یه موضوع دیگریه که آیا حلال هست که شما اینگونه مقروض باشید یا از بانک بگیرید، حلال هست یا حلال نیست، این موضوع دیگریه که در جای خودش بحث خواهیم کرد که در چه وقتی حلال هست و چه وقتی هم حلال نیست.
خب سوال دیگری رو نگاه میکنیم از سوال های بینندگان عزیز. بیننده عزیز سوال کرد که میگه همسرم امتناع کرد از اینکه خواسته منو قبول بکنه، بعد از جر و بحث زیادی میگه من قسم به طلاق خوردم که دیگه به هیچ وجه ایشون رو لمس نمی کنم، دست نمی زنم. آیا این طلاق واقع شده است یا نه؟ سوال ایشون این هست که طلاقشون واقع شده یا واقع نشده. ببینید قسم به طلاق، کسی که به طلاق قسم میخوره که همسرش رو لمس نکنه، اولا اختلاف نظر در بین اهل علم وجود داره. اینو ابتداعا عرض میکنم که اگه از کسی دیگری رأی دیگری رو شنیدید، بدونید که این موضوع موضوع اختلاف نظر هست، موضوعی نیست که درش اتفاق نظر وجود داشته باشه. اما از اونجایی که ببینید این عقد ازدواج که بین زن و مردی بسته میشه، این عقد بازیچه نیست. نباید این رو وسیله بازیچه خودتون قرار بدید، نباید این رو وسیله قرار بدید برای پیش بردن کارهای دیگه‌ای که مرتبط به این نیست. طلاق برای چه موقعی است؟ برای وقتی است که کسی، زن و شوهری، نمیتونن با هم دیگه زندگیشون رو ادامه بدن یا به جای سختی رسیدن، اون وقت به وسیله طلاق از هم دیگه جدا میشن. این طلاق برای این گذاشته شده. خداوند هم میفرماید اگه خواستی زنتون رو طلاق بدید، نمیگه اینکه هر وقتی که به طلاق رو وسیله قرار بدید هر جا به زبانتون اومد خب این طلاق واقع میشه. نه، اینجا ببینید این دو تا رأی عرض کردم. رأی اکثریت اهل علم اینه که طلاق واقع شده و اگه یه بار باشه یه طلاق هست رجعیه، میتونید همسرتون رو برگردونید. اگه دو طلاق همچین، اگه سه تا هست طلاق تموم شده. ولی حالا بذار این تماس رو بگیرم، تکمیل جواب رو بعد از تماس من میگم. البته دوستان اصرار دارن که این سوال رو بگیرم از بیننده، ولی از این بعد سوال و جواب تکمیل میکنم، بعد سوال رو میگیرم. این سوال رو استثناءً به من فرصت بدید. بله پس کنید. آقای علی پور از ایران، بفرمایید. بفرمایید آقای علی پور. خب آقای حمید بفرمایید. سلام استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. در مورد این مسئله هزی که گفتیم که حدیث هستم اومد حتی سامت سوالم بایدام سوالم مرخص. صداشون واضح نیست آقای حمید. آقای حمید دوباره تماس بگید، صداتون واضح نیست، من متوجه صحبتتون نمیشم. اگه لطف کنید دوباره تماس بگیرید ممنون میشم. بله من این سوال رو تکمیل کنم بعد بیننده بعدی رو واسه کنید. عرض کردم که اختلاف نظر در این وجود داره که آیا قسم به طلاق این طلاق یا نه. جمهور اهل علم میگن که طلاق واقع میشه، اما رأی دیگری که وجود داره اونم جمعی از اهل علم بر این رأی هستند که برمیگرده به نیت مردی که قسم خورده به این طلاق. اگر هدفش این بوده که قسم باشه، خب قسم حساب میشه. مانند این که اگه بخواد کسی رو وادار به کاری بکنه، اگه بخواد کسی رو از کاری منع کنه، اگه بخواد تهدید کنه، اگه بخواد هر کدوم از اینها رو بخواد انجام بده، این قسمه. ببینید طبیعت یک قسم این هست که یا برای منع، شما قسم میخورید کسی رو منع کنید از یک فکری، از یک تصوری، یا به خاطر اینه که قسم میخورید تا تو رو تأیید کنه و تصدیق کنه، یا قسم میخورید که تأکید کنید بر انجام کاری یا بر عدم انجام اون. همه اینا حکم قسمه. اگه به این معنا شما طلاق رو به زبان آوردید که همسرتون رو از یک کاری منع کنید یا به یک کاری وادار کنید یا تهدید کنید یا هر کدوم از اینها باشه، اینا قسم هست و قسم حساب میشه. ببینید در قرآن کریم خداوند در مورد پیامبر چی میگه. میفرماید یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم. بعد میفرماید قد فرض الله لكم تحله ایمانکم. بعد اینکه میفرماید ای پیامبر، چرا چیزی رو که خداوند بر تو حلال کرده حرام میکنی؟ آیا میخوای رضایت همسراتو به دست بیاری؟ خداوند غفور رحیم است. بعد میفرماید خداوند بر شما فرض کرده است که تحله، یعنی اینکه قسمی رو که میخوری. ببین اینجا پیامبر چیزی رو که حلال بوده بر خود حرام کرده.
خب گشایش از اون قسمی که خوردید، اینه کفاره قسم رو میدی و قسم تموم میشه. در نتیجه اگه قسم به طلاق هم خوردید، طلاق واقع نمیشه، بلکه قسم هست و کفاره قسم رو میدید. بله من جا تماس و بس. آیا عبدالله از گلستان بفرمایید. شما وقت شما بخیر باشه. ممنونم. بفرمایید آقای جناب استاد راوی عزیز. بفرمایید. سوالی داشتم از خدمتتون، این که الان اگر افرادی هستن که در همون خطه گلستان ما از علمای بسیار به نام مشهور مؤمن و متقی هستن و عادل هستن، افرادی هستن که اینها بسیار موعظه میکنن مردم رو، و اما تو صحبت هاشون سوالی برای من ایجاد شده که اینها میگن که غیر مقلدین نباید رسانه هاشون رو نگاه بکنین، اینها افرادی هستن که دست به تکفیر میزنن و اسم شبکه های توحیدی هم یادن. این خب خواستم ببینم چجوری الان بسیاری از علما، من چون شهر بچار ما کامیوندار هستن توی شهر بار میبرم، از حالا روزهای جمعه ایام دیگری وقتی به مسجد میرسم جایی میرم، من شهرهای مختلف رفتم، خیلی جای سوال برای من که چرا در این استان گلستان این طور شده و این گفتن که به اسم شبکه توحیدی رو نام میآوردن، این خیلی جای تعجب بود که چطور این طور به اسم بردن، همه شبکه توحیدی رو اسمی آوردن. سوالتون واضحه آقای عبدالله، سوالتون واضحه. ممنونم از تماستون، جواب میدم خدمتتون. خب من از واتساپ بگیرم سوالی این که بله آقای ایوب از زاهدان بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید آقای عبدالله. آقای ایوب در مورد فقی که فهمودین در مورد زو که خلیفه ثانی عمر ابن خطاب رحمت الله، این از اون لعنتاییه که به خود شما برمیگرده و حدیث پیامبره که میفرماید اگر کسی رو لعن کردید و اون مستحق نبود بر خود شما برمیگرده. یقینا حضرت عمر بسیار والا و بسیار جایگاه بزرگی رو دارن و شما از کسانی هستید که امیدوارم خدا هدایتتون کنه، ولی لعنت رو از خودتون دور کنید که بر شما بر نگرده. میگه این ایوب، این همون صدای آقای علیپور اول بودن، همون افرد بود که از اول هم خواست که تماس بگیره و ظاهرا شبش رو میخواد با این نفرین به سر کنه. تماسی رو یکی از پیام ها رو میگیرم، گفتن که سلام، من خودم ای با ایشون میگه من خودم یک زن هستم ولی با یه زنی دوست شدم و خیلی زیاد ایشون رو دوست دارم. هر دوستی، ببینید دوستی ها باید مبنای واضحی داشته باشه. اگه دوست داشتن به خاطر اخلاق خوبشه، به خاطر رفتار خوبشه، به خاطر صحبت های خوبشه، به خاطر اگر این دوست داشتن غیر طبیعی هست، دوست داشتن در حد وابستگی هست، در حد اینها بر میگرده به اینکه شما مراجعه کنید به روانشناس، خودتون رو علاج کنید. و اما اینکه انسان صالح رو دوست داشته باشه، انسان خوب رو دوست داشته باشه، یا با هر انسان دیگری رابطه دوستی صمیمی داشته باشه، اگه بر خیر باشه به صلاحش هست، اگه به شر باشه به صلاحش نیست. و ببینید پیامبر اکرم علیه السلام میفرماید که انسان با کسی مشهور میشه که دوسته، انسان با دوستاش هست. سعی کنید که دوستای خوبی رو انتخاب کنید و با دوستانتون به همدیگه کمک کنید که راه خیر و خوبی رو بینید، چه در دنیا راه خیر رو به شما نشون بدن، چه راه دین رو نشونتون بدن. مهم اینه که نتیجه خوبی از این دوستیتون بگیرید. بله آقای بنیامین از ایران بفرمایید. خسته نباشید. زنده باشید. ممنونم. سلامت باشید. یه سوالی داشتم اگه ممکنه جوابشو بدین. بفرمایید. یه سوال، خونه من الان ایرانم، خب خونه میخوام اجاره کنم ولی
اجاره یعنی مثلا جوریه که مثلا پول جلو میخوام 20 تا 30 تا پول جلو بدم 20 میلیون 30 میلیون که اجاره ندم، ولی الان صاحبخونه میگه که نه شما پول من نمیخوام، ماه 500 تومن 400 تومن اجاره بهم بدین. بعد الان میخوام این پولو من بذارم بانک، همین کارمزد پولو بردارم بدم به صاحبخونه. آیا این دود میشه؟ یعنی چطوری کارمزد پولو برداری بدی به صاحبخونه؟ من متوجه نیستم. کارمزد دیگه نمیدونه، همون سود میشه یا چیزی دیگه، ولی الان ببینید کارمزد رو شما نمیگیرید. کارمزد کار بانکه، یعنی بانک روی پول شما داره مدیریت میکنه و یه کارمزد میگیره، اما شما که کاری برای بانک انجام نمیدید، شما پولتو میذارید تو بانک سودشو میگیری و این سود حرامه. چیکار کنیم؟ بعد چاره ای نیست دیگه. من بازم توضیح میدم خدمتتون آقای بنیامین، من بازم توضیح میدم خدمتتون و بمونید با ما، جوابتون بگیرید از شبکه. بله، بیننده بعدی. بله، سوال بیننده ای که اومده، ببخشید قبلا من یک سوال کردم جواب داده بودین که قتل عمد قصاص داره یا پول خون بده، ولی قتل غیر عمد دو ماه باید روزه بگیره. ببینید قتل غیر عمد هم دیه داره و هم کفاره داره. دیهش این هست که باید دیه رو بدید دیگه، مشخصه، و قتل غیر عمد قصاص نداره، اما دیه داره به اضافه این که کفارش هم دو ماه پیاپی روزه میگیرید، این 60 روز روزه میگیرید پیاپی، این کفاره هست. اما قتل عمد قصاص داره و دیه داره، یا قصاص هست یا دیه هست. اگر قصاص شد خب قصاص شده، اگه قصاص نشد دیه میده، دیه رو میگیرن، یا اینکه عفو میکنه. خب هر سه اینها وارده و توصیه به عفو شده البته، و توصیه شده به عفو. ببینید دوستان عزیز، اگه صدا بفرستید یا تماس با واتساپ بگیرید، بنده عذر میخوام از جواب، فقط پیام نوشتاری بفرستید. آقای سهراب از ترکمن بفرمایید. من یک قلم میخوام، قلم ظاهرا چی شده. بله آقای سهراب بفرمایید. خب من یه سوال دیگه جواب میدم اینجا. سلام، شماره فرکانس شبکه نور روی هر ماهواره ای است؟ فکر کنم فقط روی هات برده، میدونم دوستان اگر هست زیر نویس کنید برای دوستانمون. سلام، یه سوال داشتم، یه سوال داشتم، وقتی یکی یه طرفی را نفرین کنه، نفرینش میگیره، منظورم اینه که نفرین واقع میشه، مثلا طرف دل یکی شکسته. دوستان عزیز تماس نگیرید با واتساپ، با شماره تلفن تماس بگیرید، چون با واتساپ رو جواب نمیدیم. دل یکی رو شکسته، طرف مقابل نفرینش بکنه نشه، آیا در قرآن آمده که نفرین میگیره؟ حتی ببینید نفرین چیز نمیکنه، نفرین مخصوصا اگر نفرین ناحق به خود طرف برمیگرده، اولا هیچ وقت نفرین نکنید، دعای ظلم نکنید، دعای بد نکنید، سعی کنید دعای خوب بکنید. اگر طرف مستحق اون دعا و اون نفرین شما نباشه، به خود شما برمیگرده. و این که کسی، شما مادامی که به کسی ظلم نکرده باشید، به کسی بدی نکرده باشید، نه دعای اون نه نفرین اون در حق شما واقع نمیشه. ولی اگه به کسی ظلم کرده باشید، دعای مظلوم واقع میشه، اون کسی که مورد ظلم و ستم واقع شده، دعاش بسیار بسیار خطرناک است که بر علیه ظالمش دعا کنه و اجازه داره دعا کنه. خداوند فرمود که منع کرده خداوند از این که انسان حرف بدی بزنه مگه مظلومی که در باره ظالمی که بهش ظلم کرده حرف بزنه. آقای سهراب بفرمایید. الو، بفرمایید. حال شما خوبه؟ علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید استاد سهرابی عزیز. من یه دو تا سوال داشتم. بفرمایید. بعضی وقتا خب حالا پدر ما، من خیلی هم احترامشون رو دارم همیشه،
ادب و احترام در حد کمال یعنی برایشون دارن. بله. ولی بعضی وقتا خب این یه رسم و رسوماتی هست توی این منطقه ما توی کمال زهرا، خب رسم و رسومات شرعی نیست و مثلا من اونی که برای من مهمه اسلامه. بعضی وقتا مثلا بعضی از مراسم ها یا بعضی از حرفایی که پدرم میزنه یا مثلا این آخوندهای مثلا امام جمعه ما مثلا توصیه میکنه اینا. شما آقای سهراب شما سوالتون رو بفرمایید، توضیحاتی که میدی وقت برنامه رو میگیره و بیننده‌های دیگری هم هستند که سوال دارن. عذر میخوام، سوالتون رو مستقیما بفرمایید. این مسائلی که شرعی نیست ولی مثلا حتی از زبان بعضی از امام جمعه ما اینجا شنیده میشه، حرف پدرم رو گوش نمیکنم، آیا گناهی مرتکب میشم؟ مثلا چون پدرم ناراحت میشه نمیدونم دیگه چیکار کنم. شما سوالی که براتون پیش اومده سوال رو بپرسید. اولا چه سوالی پرسیدید که اونا گفتن نه چیزی دیگه ای بهتون گفتن؟ نه مثلا بعضی از شیوه‌های توسل و اینا تو منطقه ما مرسومه. خب بله جواب میدم خدمت. خب سوالتون رو گرفتم، توسل. خب دیگه سوال بعدیتون؟ سوال بعدی هم همینه که من میگم تو مسئله توحید من یعنی تعارفی ندارم، حتی اگه با پدرم باشه یا از این همین آخوندهای محلمون باشه. جواب میدم خدمتون آقای سهراب، ممنون از تماستون. بله خب سوال دیگری هست که قبلا دریافت کردیم از بینندگان عزیز. خانمی سوال کردن که پدرشون 35 سال پیش زمین رو خریدن که این زمین رو به قیمت 26 میلیون تومان خریدن 35 سال پیش. میگه خونه رو توش بنا کردند یا ساختمانی رو توش بنا کردند که بخشی از اون رو خانواده نشستن. حالا در زمان قید در زمان حیات پدرم میگه مادرم چند بار به آره اینجاست که بله ایشون میگه که بخشی از این پول زمین رو که 26 میلیون بوده 11 میلیونش مهریه ایشون بوده که این 11 میلیون رو پدرشون گرفتن و اون زمین رو باش خریدن و بعد از مدتی مادرشون به پدر ایشون میگن که پول فلانی رو برگردون که ایشون هم میگن سهم داره توی این خونه که هست دیگه پول نبش بر نمیگردونه، اون قدیم بود و ایشون سهیم هست در این که شریک تو این زمینه. میگه خلاصه در حضور خودشم باز خودم هم گفتم به پدرم، گفت که نه تو سهیمی دیگه، پولو بهت نمیدم چون سهیمی تو این ساختمانی که ساختیم. و تمام اعضای خانواده میگه برادرها خواهرها همه میدونستن. میگه پدرم فوت کرد، اما بعد فوت پدر وقتی که به خانواده مراجعه کردم به برادرها مراجعه کردم گفتم که من سهم دارم در اینجا، گفتن نه تو سهم نداری چون مالی که داشتی مال پدرمون از حدیث میگه، یه حدیث آوردن از پیامبر اکرم علیه السلام که گفتن انت و مالک لی ابیک، میگه تو و مالت مال پدرتی دیگه، اون چیزی که بوده پدرت برده، مال پدر شده، مال تو دیگه نمونده، مال تو نیست. آیا این درسته یا درست نیست؟ ببینید اولا احتجاج به این حدیث درست نیست به این شیوه. حدیث صحیحه ولی زمانی که پدر شما اومدن و اقرار کردن و در جلوی همه گفتن که شما سهیمی یعنی دیگه سهم داری، اما اگر بله میگفت که نه من نیاز داشتم و پول تو بردم دیگه برای خودم بردم و سهمی نداری، نیاز داشتم گرفتم پولو، اگه این رو میگفت خب به هر حال یه وجهی داشت و قبول بود. ولی مادامی که ایشون پدر شما در حضور همه این رو گفته به همه اقرار کرده که شما سهیم هستید در نجه سهیمی، مگه اینکه برادرای شما، خواهرای شما، بقیه ورثه انکار کنن این اقرار پدرتون رو و نپذیرن. اگه نپذیرن دیگه راهی نیست، یا شما باید دلیلی بیاری برای اینکه شما سهیم هستی یا اینکه همراه با قسم اونا انکار کنن که بله پدرتون این رو نگفت. البینه تو علی من ادعا و الایه و الیمین و علی من انکر، میگه اون کسی که ادعا میکنه شما حالا ادعای سهیم بودن در این خونه رو داری، پس باید بیانیه ای بیاری، دلیلی بیاری، ثابت کنی، کاغذی یا گفته ای یا شاهدی داشته باشی برای اینکه سهیم هستی. و اگر نه اونا باید قسم بخورند که شما سهیم نیستید و از پدر این حرف رو نشنیدن یا کلا انکار کنن به هر حال. ولی در هر حال
طبق صحبت خودتون شما سهیم هستید در اون زمین، در اون خونه و سهم شما رو باید بدن. بعد از اینکه سهم شما رو دادند به تناسب سرمایه‌ای که اونجا گذاشتید، بعد از اون هست بقیه رو تقسیم میکنن بین ورثه و شما هم از ارث سهم دارید هم از سهم خودتون که بخشی از مال خودتون هست. بله، من از واتساپ سوال بگیرم. خب بیننده عزیزی، سلام خدمت شبکه نور، آیا شغل کارمند بانک در ایران حرام است یا خیر؟ به شکل عمومی بانک‌های ایرانی بانک‌های ربوی هستند، با ربا دارن تعامل می‌کنند. برخی از اهل علم گفتن که با توجه به اینکه قانون‌های بانک، قانون‌های به هر حال بخشی از قانوناش طبق اون معاملاتی که در شرع هست نوشته شده و انجام اگه انجام بشه درسته، گفتن جایزه که در بخشایی که مرتبط به ربا نیست، مثلا اینکه شما کار ربا رو انجام نمیدید، راننده بانک هستید، حسابدار هستید، ولی قراردادهای ربوی رو شما انجام نمیدی، در این بخش گفتن که غیر از اون قراردادهایی که ربا درش هست بقیه فعالیت‌های دیگه بانک شما میتونید درش کار کنید. ولی اولا و بهترین هست که اگه کار بهتری گیرتون اومد میتونید برید دنبال کار بهتری. این دوستمون سوال کردن که سلام علیکم، این کلیپ به صورت گسترده در منطقه ترکمن، من کلیپ رو نمیتونم پخش کنم چون خب این وصل به سیستم نیست، لطفا پاسخ مناسبی بفرمایید تا در منطقه در برنامه‌های دیگه در وقت دیگه ما این رو ببینیم و جواب میدیم خدمت شما بیننده عزیز. بیننده دیگری سوال کردن، سوال داشتم خدمت شما، آیا اسم دیان مشکل شرعی داره؟ ببخشید یک سوال دیگه هم داشتم، تو چطور بفهمم که سحر و جادو شدیم؟ لطفا جواب بدید. در مورد اینکه چطور بفهمید سحر و جادو شدید رو خیلی من وارد نیستم در این سوالتون و دیان رو ایراد خاصی نداره، ولی معنیش معنی نیست که به درد این بخوره که شما روی بچه‌تون دیان بذارید اسم رو، یعنی اون کسی که دین‌ها رو پس میده و قرض‌ها رو دین‌ها رو اعاده میکنه یا هر چی رو کردی هر دینی رو که داشتی باز این به خودت برمی، کما تدین و تدان، دیان و یوم الدین هم میگن در مورد خداوند. خب مناسب نیست این معنا برای اینکه روی یک انسان بذارید، مخصوصا اینکه با صیغه مبالغه اومده. خب سوال دیگری از بینندگان عزیز در اینجا هست که سوال کردن که میگه من توی مؤسسه کار میکنم که و کار این مؤسسه، بخشی از کارهای این مؤسسه اینه که در واقع قرض رو یا بهش میگن تحصیل قرض ها رو جمع میکنیم، قرض رو برای کسانی که قرض دادن و اونا بر نمیگردن میرم، مثل شرخری تقریبا چیزی تو این مایه ها میگه، ولی ایشون یه مؤسسه دارن یا یه کار قانونی میکنن، وکیلی هستن که تحصیل دیون میکنن، دین ها رو برمیگردن و قرض ها رو از اونایی که گرفتن پس میگیرن به نفع صاحب قرض، به نفع صاحب پول، و در مقابل هم میگه در مقابل این مبلغی رو ما گاهن به اتفاق مبلغی نسبتی از اون قیمت اون چکه یا نسبتی از یا به مبلغ مقطوعی ما دریافت میکنیم، آیا این کار ما درسته یا نه؟ ببینید اگر به اون شکلی که در ایران متداوله به شکل شرخری هست شرعا حرامه، اما اگر به شکل قانونی هست، یعنی به شکل قانونی شما یک مؤسسه ای دارید یا مؤسسه هم ندارید، به شکل قانونی از راه قانونی وارد میشید و پیگیر این حساب میشید و حساب رو کسب میکنید، نباید چک رو بخرید، خریدن چک با کمتر از قیمتش درست نیست، ولی اینکه چک رو به شما تحویل شما بدن که اون رو
حاصل کنید و در مقابل نسبتی از اون پولی که حاصل کردید رو به شما بدن در قبال زحماتی که کشید تا قیمت چک رو یا پول اون چک رو پول کردید برای ایشون و از صاحبش گرفتید یا هر قرض دیگری، چک باشه، سفته باشه یا هر چی باشه، اگه این شکل باشه درسته. اما اگر چک رو با کمتر از قیمت خودش خریداری کنید شرعاً درست نیست. ولی اگه یه مبلغ مقطوع در مقابل اینکه تحصیل قرض رو تحصیل کردید، حاصل کردید این قرض رو، از اون کسی که مقروض رفتید پس گرفتید برای صاحبش، در مقابل این زحماتی که میکشید یا یه مبلغ مقطوع به شما بدن یا اینکه بخشی از اون درصدی از اون قیمت چک رو به شما بدن، شرعاً درسته. اما به طریق درست و قانونی این قضیه مطالبه بشه، نه اینکه با زور، با آبروریزی، با بازی کردن با حیثیت دیگران. اونها موضوع دیگریه، شرخری که در جامعه وجود داره شرعاً درست نیست. اون شیوه عمل میشه و اینکه آبروی مردم رو در خطر میارن، این شخص رو در منگنه قرار میدن و مشکلی رو براش ایجاد میکنن که ناچار میشه به هر وسیله‌ای که شده خودش رو یعنی کاری کنه که این پول رو به دست بیاره. ولی اگر کسی مماطله میکنه، راه‌های قانونی داره، راه‌های قضایی داره، راه‌های دادگاه داره، اشکال نداره همه این راه‌ها رو بره و قرضش رو پس بگیره یا قرض رو برای صاحب قرض پس بگیره و حلالش از اون حقوقی که یا اون دستمزدی که میگیره. بله بسیار خوب، میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم و ادامه سوال. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. و اما سوالای شما عزیزان، آقای بنیامین بود سوالی داشتند که آیا کارمزد بگیرن، نمیدونم آیا میتونن پولشون رو بذارن توی بانک و کارمزد بگیرن. ببینید این کارمزد نیست. کارمزد میدونی چیه؟ کارمزد اینه که شما پولتون رو به یه مؤسسه میذارید، در یه حسابی میذارید و اون وقت یا پولی رو از کسی میگیرید، فرق نمیکنه، پولی رو از یک، نه اینکه پولتون میذارید، شما میرید از یک صندوقی، از یک حسابی، از یک بانکی قرض میگیرید و این بانک و مؤسسه بهت میگه من 2% کارمزد از شما میگیرم، سود از شما نمیگیره. این کارمزد یعنی چی؟ یعنی اینکه مدیریت این حساب شما رو میکنه، پول هم متعلق به خود این بانک نیست بلکه پول متعلق به دیگرانه. این 2.5% یا 2% یا 3% یا هر چی رو که بانک میگیره به خاطر اجراءات اداری و کارمند و خلاصه مؤسسه‌ای که داره، همه هزینه‌ای که میکنه، میگه من این رو برای زحمات خودم میگیرم. این سود 2% یا 2 یا 3% که میگیره متعلق نمیشه به پوله، یعنی به اون پوله نمیده. صاحب پول که حساب‌های پول من و شما و فلان و فلان هست نمیده. اما اینکه شما پول بذارید توی بانک سودش رو بگیرید، این سوده، کارمزد اسمش نیست، بلکه سودیه که شما میگیرید، چه 1% باشه، چه 2%، 3 یا 10%، هر چی باشه، این بهش میگن سود و حرامه و ربا هست. گفتم پس چه کار کنیم؟ چه کار کنید؟ اینه که شما برید اگه معامله میکنید وارد یه معامله بشید. حال در بانک معاملات بسیار زیادی وجود داره، میتونه مضاربه باشه، میتونه جعانه باشه، میتونه سلم باشه، میتونه اجاره منتهی الی تملیک باشه، هر کدوم از اینها باشه میتونید این کار رو بکنید. آقای سهراب هم که گفتن در منطقه فلان، حالا گرچه سوال ایشون رو من حس میکنم سوال انحرافی هست، ولی به هر حال ببینید پدر و مادر انسان و هر کسی، نه تنها پدر و مادر، پدر، مادر، برادر، خواهر، همه این فامیلای انسان اگر هم دارای منکراتی باشن، اگر هم دارای انحرافاتی در فکر و در عقیده شون باشن، اگر دارای بدعت باشن، اگر دارای همه این انحرافات اخلاقی هم که هست، عقیدتی هم که هست باشن، ما وظیفه بدرفتاری با دیگران رو نداریم. تنها چیزی که وجود داره، خداوند وقتی که در مورد حضرت ابراهیم با پدر و مادرش میفرماید چگونه رفتار کنه، میفرماید فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا، میگه ازشون اطاعت نکن اگه تو رو دستور به کفر و شرک دادن، ولی با اونها به خوبی رفتار کن. در نتیجه شما هم همین کار رو بکنید. حتی اگه پدر شما، حتی اگه مادر شما، برادر و خواهر شما بزرگترن از شما یا کوچکتر از شما، شما رو دعوت به بدی کردن، دعوت به شرک کردن، خواستن از شما کاری انجام بدید که اون کار شرک و کفر هم باشه، شما انجام ندید، ولی به خوبی رفتار کنید. نیازی نیست این که مادامی که کسی عقیدش با شما یکی نیست یا
بر غیر، حتی بر غیر دین شما هست، حتما باید بدرفتاری کنید. کافی شما نپذیرید. ببینید اینکه ما این قدرت رو داشته باشیم نپذیریم حرف بد دیگران رو، این یک حسنه هست، ولی معنیش این نیست که باید با دیگران با پرخاش و تندی و خشونت رفتار کنیم. و صاحب هما فی دنیا معروفه، این در مورد پدر و مادر است. در مورد دیگران هم خداوند در قرآن کریم فرمود لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. میگه خداوند شما رو نهی نکرده است که نسبت به کسانی که کافرن، مشرکن، ولی با شما بدرفتاری نکردند، با شما نجنگیدند، شما رو هم از خانه و کاشانتون نرانده اند. خدا شما رو نهی نکرده که با اینا خوبی نکنید یا عدل نورزید. پس ما دستور داریم از طرف خداوند که با همه آدم ها با عدل و داد و قسط رفتار کنیم، در این حال هم به خوبی رفتار کنیم. ما هر چقدر رفتارمون بهتر باشد نتیجه مثبتی خواهیم به قولو للناس حسنا، با مردم به خوبی رفتار کنید، خوبی بگید. اتاق فرمانی سوالی به من دادن که خانم نرگس تماس گرفتن، گفتن که گناهی کردن، آیا کفاره گناهشون، میگه بعض مالشون هم خوب میتونه کفاره گناهشون روزه بگیرن. ببینید همه گناهان کفاره ندارن، بعضی از گناهان کفاره دارن، بعضی هم ندارن. از اون جمله گناهانی که کفاره داره اینه که شما قسم به ناحق خورده باشید، کفاره داره. قسم به ناحق خورده باشید کفاره داره، یعنی قسم خورده باشید کاری رو نمی کنید ولی انجام بدید. قسم بخورید که غذایی رو نمی خورید ولی بخورید. قسم بخورید میام خونت ولی نیای خونش. اینا کفاره میتونی بدی به جای قسمت و قسمت رو بشکنی. اینا کفاره داره. اما گناهانی هستند که کفاره نداره. یک، باید توبه کنید از اون گناهانتون. این راه اوله، توبه نصوح، توبه محکم. دوم اینکه هر کار نیکی رو که انجام بدید خود این کار خیرتون کفاره گناهانتون میشه. ان الحسنات یذهبن السیئات، همه حسنات، همه کارهای خوب کفاره کارهای بد آدمی هستند. کفاره کارهای بدتون میتونه روزه باشه، میتونه صدقه باشه، میتونه نماز باشه، میتونه تلاوت قرآن باشه، میتونه کمک به دیگران باشه. ولی چه بهتر برای اینکه اون گناهتون پاک بشه از جنس اون گناهی کردید یک کار نیک انجام بدید. مثال عرض میکنم، اگر به یه آدمی بدی کردید، برید در مقابلش خوبی کنید، به همون آدم یا به آدمهای دیگه. اگر لفظ بدی به زبانتون جاری شده، الفاظ خوبی رو بگید از این به بعد، رفتار درستی رو بکنید. و یکی از اساسی ترین مسائل در توبه اصلاح هست. یعنی خداوند فرمود الا الذين تابوا واصلحوا، یعنی توبه کردن و اصلاح کردن. چی رو اصلاح کردن؟ اون چیزی که اون گناهی کردی، حتما یه چیزی رو خراب کردی با اون گناهت، پس اون رو اصلاح کن و درست کن. خب میگه اگر کفارش روزه بود، خب اگه کفاره شما کفاره روزه است، یکی از چیزایی که کفاره داره و میتونه کفاره روزه باشه قسمه، یکی از چیزایی که میتونه کفارش روزه باشه هم یعنی مقاربت هست بین زن و شوهر در ماه رمضان، در روز رمضان که کفارش روزه هست و شما روزه بگیرید، اینا کفارش روزه است. اگر مقاربت ماه رمضان باید حتما 60 روز پشت سر هم روزه بگیرید. اگر کفاره قسم شما میتونید 3 روز روزه بگیرید، خب نیازی هم نیست پشت سر هم باشه، هر فاصله هم داشته باشه روزه میگیرید، اشکالی نداره. سوال دیگرشون این است که آیا دوشنبه، میگه دوشنبه از صبح تا ظهر چیزی نخوردن و نزدیکای ظهر میخوان نیت کنن، نیت روزه کنن. در مورد روزهای سنت دو تا حرف وجود داره. یکی این که اگه روزه سنت بدون سبب باشه، یعنی همینطوری یه روزی، روز سه شنبه، روز یک شنبه، روز شنبه، همینطوری شما غذا نخوردید تا نزدیک ظهر، بعد گفتید خب بقیهش هم نمیخورم و نیت روزه میکنم، این درسته. میتونید نیت روزه کنید مادامی که بعد از فجر چیزی نخوردید تا اون لحظه. هیچ کدوم از چیزهایی که روزه رو باطل میکنه نخوردید و انجام ندادید. اما در مورد روزه های دوشنبه و پنجشنبه و روزه سه روز در ماه
که ایام بیز گفته میشه و همچنین روزه روز عرفه، روزه عاشورا، اینا روزهاشون مشخصن. یعنی ببینید اینا تعیین شده هست، اینطوری نیست که غیر تعیین شده نیست، اینا تعیین شده مشخصه. بعضی از اهلین گفتن که چون مشخصه باید از شب نیت کنی و قصد داشته باشه، این نیت وجود داشته باشه. اما برخی دیگه از اهل علم مثل شیخ بن باز رحمه الله گفتن که همه روزهای سنت رو گفتن جایزه و میتونید نیت کنید و نیت روزه بکنید، چه دوشنبه یا پنجشنبه یا اون ایامی که مشخص و معین هست. خب من واتساپ هم سریع بزنم. بله، بیننده فرمودند که سلام خدمت شما سرور گرامی، آیا جن میتونه وارد بدن انسان بشه و انسان را اذیت کنه؟ فرقی درست یا خیر؟ ببینید خدا در قرآن کریم اشاراتی رو که فرمودند این هست که جن قطعا میتونه انسان را اذیت کنه. یکی از راه‌های اذیت کردن جن اینه که با وسوسه وارد دل انسان میشه. و خوبم میدونید، همه ما میدونیم هر وقتی که روی روان انسان، روی دل انسان چیزی تأثیر بذاره، متعاقبا روی جسمش هم تأثیر میذاره. اما اینکه جسم جن بیاد بره داخل جسم انسان، موضوعیه که اختلاف نظر درش هست. بعضی از اهل علم گفتن بله، خب چیز عجیبی هم نیست این که جن بخواد وارد بدن آدم بشه. ببین ما با هر نفس کشیدنی میلیون ها مولکول وارد بدنمون میشه، با هر نفس کشیدنی الان نمیدونم بگم چقدر، ولی موجودات زیادی وارد بدن ما. شما وقتی که تنفس میکنید چیزی که تو هوا هست که نمیبینید، خیلی چیزا رو نمیبینید که وارد بدن میشه. میتونه جن هم یکی از اونها باشه، ولی ببینید تأثیر گذاری این موضوع اساسا از طریق وسوسه و از طریق افکار و از طریق روان ما از این صورت میگیره. بعد وقتی که انسان روانش هم مشکل پیدا کرد، قطعا از لحاظ جسمی هم این تأثیر رو نشون میده. رقیه شرعی هم درسته، بله رقیه شرعی وارده، تأثیر داره حتما. یکی از رقیه های شرعی مهم سوره فاتحه هست که در حدیث پیامبر بهش اشاره شده. خوندن آیت الکرسیش، خوندن اخلاص و فلق و ناس هست که اینا رو بخونید، این رقیه شرعیه، چیز عجیب و غریبی نیست. همه شما میتونید خودتون رو رقیه شرعی برای خودتون و بچهاتون بخونید. بله واسه کنید تماس رو. آقای محمد از ایران بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. حال شما خوبه؟ الحمدلله شما خوب هستید، بفرمایید سوالتون. عرض شد خدمت شما که بنده یه سوالی دیدی، کتابی خوندم عرض شد خدمت شما در مورد خرافات بود که همه الان همه مردم بهش این کردن تأثیر میکنن، هم شیعیان هم اهل سنت. بله. خدمت شما که عارضم این کتاب نویسندش عبدالجلیل عیسی ابو نصر، یکی از مولوی های بزرگ دانشگاه الازهر مصر، کتابش هم نوشت ما لا یجوز فی خلاف المؤمنین. ما لا یجوز چی؟ درش نوشته چی؟ اسم کتاب ما لا یجوز فی خلاف المؤمنین. بله خب، نویسنده عبدالجلیل عیسی ابو نصر. بله. در مورد خرافات نوشته اگر که مسلمانی با یه بزی عرض می شود خدمت شما این بکنه، مثلا نکاح بکنه، نزدیکی بکنه، اون بز بچه بیاره، می شود مردم مسلمان پشت سرش نماز بخونن. این مثلا چه چرت و پرتای این مولوی، این مثلا رئیس دار نمی دونم الازهر چنین کسی، ببینید کسی چنین کسی رئیس الازهر نیست، شعبه الازهر هم نیست. اگه بود شخصیت، اولا من نمیدونم تا چقدر این شخصیتی که شما میگید واقعیت داره و واضح هست، ولی به هر حال همونطوری که شما گفتید چرت و پرت. بله
بله. خب عرض کردم که رقیه شرعی وجود داره، جن میتونه انسان رو اذیت کنه، هیچ کسی نمیتونه بگه که جن اذیت نمیکنه. خداوند در قرآن کریم فرموده که وسوسه، چرا میگه چرا پناه میبرید از خداوند؟ از شر وسواس خناس. حتما یه شری داره که شر وسواس خناسه، که وسوسه گر هست، یعنی راه ورود جن به بدن انسان و به جسم، به فکر انسان، به روان انسان وسوسه هست. خب سوال بیننده عزیز خدمت استاد عزیز، آیا رهن خانه جواز دارد یا خیر؟ چون در افغانستان خانه رهن گرفته می شود و به کرایه می دهند، پول ثابت است، مفاد کرایه می آید و جواز. ببینید اونی که در اتفاق می افتد رهن نیست، اینی که اتفاق می افتد و اسمش رهن گذاشتن، اون رهنی که در فقه اومده این نیست، این یه شکل دیگری از معامله جدیدی است که مردم دارن انجام میدن به شکل رهن. طرف پولش رو به صاحب خونه میده مبلغی و یه اجاره ای هم میده، در مقابل اجاره کمی ازش میگیرن. حالا بنا به بعضی از اقوام، بعضی از علما در داخل ایران این رو جایز دونستن، گفتن حاجت مردم هست، نیاز مردم هست، مردم بسیار بهش نیاز دارن و نه اونی که صاحب خونه هست اینطوری میده، نه اونی که اجاره نشین هم به نفع اجاره نشین هست. این رو در یه صیغه تبدیل کردن به اینکه یکیشون داره به دیگری قرض میده و دیگری هم داره خونه‌شو اجاره داده به یه مبلغ رمزی. ببینید این یک مخرجی براش درست کردن، راه خروجی از اون درست کردن که بگن حرام نیست. به هر حال من نمیخوام روی حرف اونها حرفی بزنم که بگم حرفشون درست نیست، اونا بهتر میدونن به اینکه حاجت و نیاز جامعه چی هست. ولی این شکل از معامله در واقع چیز نیست، رهن نیست، بیشتر نوعی تشابه به ربا داره تا تشابه به رهن. خب نمیدونم من وقت دارم سوال دیگه جواب بدم. خب بسیار خوب، سوال دیگری رو هم جواب بدم. از این بیننده گرامی فرمود سلام علیکم و رحمت الله، سوالی داشتم درباره حول وقتی که دوش میگیرم به صورتم میخوره، به عورتم میخوره، هیچ اشکالی داره؟ ببینید شما مادامی که مهم اون چیزی که بدن نجاسته، ببینید بعد اینکه شما استحمام کردید خودتون رو شستید تفاوتی نمیکنه، یعنی هیچ ایراد و اشکالی نداره. عورت شما هم عضوی از بدن شما هست، مثل دستتون، مثل پاتون، مثل گوشتون، مثل چشمتون، مادامی که تمیز است و نجاستی بر اون وجود ندارد تمیزه. حالا اون حوله هم که استفاده میکنید تمیز هست، برای میتونید استفاده کنید برای پاک کردن دستتون، برای خوش کردن وضوتون، برای هر چیز دیگری، ایراد و اشکالی در این نیست. این فکرها باعث میشه که وسوسه ایجاد کنه. هیچ وقت به چنین افکاری دامن نزنید، این چنین افکار بیشتر وسوسه رو برای شما میاره تا اینکه بتونه راه حلی رو برای شما بکشاید یا فکر کنید که این تقوا هست. این نوع ریز شدن در جزئیات بیشتر مشکل ایجاد میکنه. من یک تعریف کوتاه در مورد حرفای آقای عبدالجلیل، آقای محمد بگم، کوتاه اسم کسی رو بردن کتاب ایندوری داره. ببینید وجود خرافات، وجود بدعت ها همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود. وظیفه همه انسان های آگاه در دین این هست که با این بدعت ها خرافات مبارزه کنند و عقل سلیمی که خداوند به انسان داده حاکم بر این هست که تشخیص بده که کدوم راست است و کدوم غلط. و به خاطر همین دنیا داره ابتلاست، ما در مقابل با این بدعت ها خرافات شرکیات موظفیم که یک موضع گیری درستی داشته باشیم. اگه دنیا همه چیز درست بود، اگه در این دنیا همه چی حق بود و حق روشن و آزوشکار و بیان بود و باطلی در این دنیا وجود نداشت، دیگه نیازی به ابتلا و آزمایش و امتحان آدم ها نبود و نیازی هم نبود که آدم ها اصلا اختیار داشته باشن و آزاد باشن در انتخابشون. خداوند به انسان اختیار داده، چون در این دنیا ناخالصی هم زیاده. ببینید اگر یه جایی کلمه حقی وجود داره، ده ها کلمه باطل وجود داره. اگر در یه جایی قول حقی وجود داره، اقوال باطل زیادی هم وجود داره. اگر سنت وجود داره، در مقابلش بدعت وجود داره و بدعت های زیادی وجود داره. انسان، حتی شما در دنیاتون هم این گونه هستید، وقتی که میخواید کالای اصلی بخرید، در مقابلش تقلبی زیاده و شما موظف هستید انتخاب کنید. اما چی رو انتخاب میکنید؟ آیا اون کالای اصلی رو انتخاب میکنید یا میرید اون تقلبی رو میخرید؟ هر کسی که میرید تقلبی رو انتخاب میکنه، خب نهایتاً ضررش رو هم پس میده و در مقابل ضررش هم خب تحمل میکنه. اما اونی که میخواد
کالای خوب رو تحویل میگیره، خب بهره خوبی هم ازش خواهد گرفت و لذتش هم خواهد برد. آخر برنامه رسیدیم، تا وقت دیگه، برنامه دیگه، هفته دیگه، همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين